مسئولیت انفجارهای پاکستان را لشکر جنگوی، یک گروه تندروی پاکستانی بر عهده گرفته و انفجارهای عراق را نیز شاخه نظامی القاعده در این کشور. افغانستان نیز اکنون سالهاست آماج حملات گروه‌های القاعده و طالبان است، گروه‌هایی که پیرو یک عقیده اند، عقیده ای برخواسته از فرقه وهابیت. فرقه ای که پیروانش تنها خود را مسلمانان واقعی و راستین می نامند و دیگر مسلمانان را از هر مذهب و فرقه ای مشرک و کافر خطاب می کنند. فرقه ای که بیش از دو قرن و نیم پیش در اینجا پا گرفت، بیابانهای نجد. منطقه ای در مرکز جزیره العرب، سرزمین آفتاب سوزان و شنهای روان، سرزمینی بی حاصل. موقعیت جغرافیایی نجد به گونه ایست که موجب شده این منطقه از گذشته های دور تا حدود زیادی از دیگر مناطق جزیره العرب جدا بماند. حتی در قرن 16 میلادی که سربازان عثمانی شبه جزیره عربستان را به اشغال خود درآوردند، نجد به واسطه محیط بیابانیش از دسترس عثمانی ها خارج ماند و شد سرزمین فرقه وهابیت و حکومت سعودی، فرقه ای که امروز نیز بیشتر بزرگانش از اهالی نجد هستند. محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار فرقه وهابیت در سال 1115 هجری قمری برابر با 1703 میلادی در همین منطقه و در خانواده این مذهبی متولد شد. پدرش از علما و قضات شناخته شده نجد بود و برادرش هم در زمره عالمان دین به شمار می رفت. با وجود آموزش نزد پدر و استادان شافعی و حنفی، در جوانی با افکار افرادی و ظاهرگرایانه افرادی همچون ابن تیمیه و ابن جوزیه آشنا شد. ریشه وهابیت از ابن تیمیه است. کتابهایی را در این زمینه نوشته است در رابطه با منع استغاثه و منع توسل و در رابطه با تحریم مقبره ها که بنای روی آنها بسازند. سخنانی که بر زبان محمد بن عبدالوهاب جاری می شد بیش از همه علمای اهل سنت را هراسان می ساخت که تندروی ها و بدعت های ویرا بر نمی تافتند. کسانی که به اسم وهابیت یا به القاب سلفیت یا به القابهای دیگر بر حال اسم خود را گذاشتن، اینها ربطی به جامعه اهل سنت و جماعت ندارد. اهل سنت و جماعت 1400 سال است بر مبنای دقیق قرآن و سنت عمل کردن و پیش رفتن و احکام الهی را انجام دادن. دعوت محمد ابن عبدالوهاب که در ابتدا با شعار مبارزه با بدعت و خرافه در اسلام و بازگشت به سنت‌های حقیقی شروع شده بود، به محض علنی شدن با مخالفت‌های زیادی در میان مسلمانان مواجه شد که عقاید او را انحراف و بدعتی بزرگ در دین مبین اسلام می‌دانستند. او در خطابه ها و نامه هایش مسلمانان پیش از خود را با عناوینی چون کافر و مرتد خطاب قرار می داد و خون و مال تمام مسلمانان غیر وهابی را مباح می دانست. انحراف در وی چنان نمایان بود که حتی پدرش از مردم خواست برای فرار از گمراهی با وی همنشین نشوند و برادرش سلیمان که از علمای بادانش حنبلی بود، نخستین کتاب را با عنوان آذرخش الهی در رد فرقه وهابیت در انتقاد به عقاید وی و وهابیت نوشت. ایشان زمانی که افکار خودشون و نظریات خودشان را ابراز نمودند، همچنان از جانب علما ایشان مورد توبیخ قرار گرفتند، نظریاتشون رد شد.
علمای اهل سنت در آن زمان با ایشان مخالفت شدید کردند و حکومت آن زمان هم ایشان را تبعید کردند. مخالفت گسترده مردم و علمای سنی محمد ابن عبدالوهاب را مجبور ساخت تا نجد را ترک و راهی دیگر سرزمین‌های اسلامی از جمله عراق و ایران شود. در همین دوران جاسوس به نام انگلیسی همفر نیز برای انجام مأموریتی مهم راهی سرزمین‌های اسلامی شده بود که در نهایت به آشنایی وی با محمد ابن عبدالوهاب در عراق انجامید. خودش در خاطراتش می نویسه: وقتی که دیدم با محمد ابن عبدالوهاب صحبت کردم و حتی تعرف مشروبات الکلی به ایشان کردم، ایشان قبول کردن و چندین آیه هم در این زمینه گفتن و حکم مباح بودن شرب مشروبات الکلی هم خلاصه یه جوری توجیه کردند. در اینجا بود که من به خودم فکر کردم این زمینه بسیار خوبی است برای اون مأموریتی که من دارم. همفر با تسلط به 3 زبان عربی، ترکی و فارسی و مسافرت‌های بسیار به سرزمین‌های اسلامی در پی یافتن راهی برای تسلط انگلستان در شبه جزیره عربستان و دیگر نقاط خاورمیانه بود تا بتواند موقعیت رقیب اصلی انگلستان در منطقه یعنی امپراتوری عثمانی را تضعیف و میان مسلمانان در سرزمین‌های اسلامی گوناگون ایجاد اختلاف نماید. خصوصیات محمد ابن عبدالوهاب و وجود انحرافات آشکار در عقاید مذهبیش از او فردی مناسب برای پیاده ساختن سیاست‌های استعمار پیر در عربستان و دیگر نقاط خاورمیانه ساخته بود. در یکی از جلسات که محمد ابن عبدالوهاب با انگلیسی ها داشته، اینا 3 مأموریت مهم به محمد ابن عبدالوهاب سپردند که ایشان هم قبول کردند. اول اینکه ایشان قبر مبارک پیامبر را منهدم کنند، از بین ببرند، چون انگلیسی ها می دیدند که رمز وحدت و همبستگی و اتحاد مسلمانان بیشترینش وجود پیامبر عظیم الشان اسلام است. و یکی دیگر از این مأموریت ها تحریف آیات قرآن بود و همچنین تخریب کعبه معظمه. محمد ابن عبدالوهاب به ایشان قول داده بود که این کارو انجام بده و وقتی که به قدرتم رسیدند، در واقع آمدن ابتدا شروع کردن و بهانه هایی درست کردن به این عنوان که قبر پیامبر و کسانی که در اماکن مقدس و متبرک بودن در مدینه منوره، این از زمینه کفر و شرک مردم شده. ابتدا آمدن قبه ها و اماکنی که روی قبور و جاهایی که پیامبر گرامی نماز خوانده بود در آنجاها، اینا را همه تخریب کردند. بعد آمدن که قبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را هم تخریب کنن. اینا با مخالفت شدید دنیای اسلام آن روز مواجه شدند. با مرگ پدر که مخالف سرسخت عقاید انحرافی محمد ابن عبدالوهاب بود، فرصتی دست داد تا او دوباره در سال 1153 هجری قمری آرای انحرافی خود را، این بار به ضرب شمشیر آل سعود و کمک‌های دریافتی از انگلستان، گسترش دهد. پس از بازگشت دوباره به عربستان و رانده شدن از شهرهای گوناگون، محمد ابن عبدالوهاب سرانجام راه درعیه را در پیش گرفت و در آنجا با محمد ابن سعود که رابطه نزدیکی با انگلیسی ها داشت پیمان همکاری بست. به این ترتیب اتحادی 3 جانبه میان انگلستان، آل سعود و محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت. فرقه وهابیت که پایه و اساس حکومت آل سعود به شمار می رود، از زمان ائتلاف تاریخی شیخ محمد بن عبدالوهاب و محمد بن سعود در سال 1744 در عربستان حاکم شده است. بعد از آن بود که هجوم به قبایل اطراف و شهرهای نزدیک شروع شد و سیل غنائم به سمت درعیه که تا پیش از این شهری فقیر بود سرازیر گشت.
غنایمی که چیزی جز اموال مسلمانان منطقه نبود که با متهم شدن به شرک و بت پرستی اموال و ناموسشان بر سپاهیان محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب حلال شده بود، اموالی که به نام جهاد در راه خدا به دست می آمد و صرف تبلیغ فرقه به اصطلاح راست دینان وهابی می شود. جا گفتند که مسئله جهاد با کسی که لا اله الا الله می گویه، مسجد میره، نماز می خونه. امام ابو حنیفه می فرمایند کسی که اهل قبله باشه، ما حنفیم در ایران، کسی که اهل قبله باشه یعنی رو به قبله بکنه او مسلمانه، تکفیر او رو کردن حرامه. با تکفیر مسلمانان غیر وهابی مجوز شرعی حملات سپاهیان سعودی به غیر وهابیون توسط محمد ابن عبدالوهاب صادر شد و به دنبال آن حمامی از خون مسلمانان بیگناه در سر تا سر شبه جزیره عربستان جاری شد. جمیل صدقی زهابی، اندیشمند مشهور عراقی، درباره حمله وهابیان به مردم طائف که از پیروان مذهب حنبلی بودند می نویسند: از زشت‌ترین کارهای وهابیان در سال 1217 قتل عام مردم طائف است که بر صغیر و کبیر رحم نکردند. طفل شیرخوار را بر روی سینه مادرش سر بریدند، جمعی را که مشغول فرا گرفتن قرآن بودند کشتند و حتی گروهی را که در مسجد مشغول نماز بودند به قتل رساندند. به این ترتیب آیین وهابیت که از همان روز نخست بر بنیان نفاق افکنی و تفرق آفرینی پیریزی شده بود، مسلمانان را اعم از شیعه و سنی مورد حمله قرار داد. وهابیت 95% میراث اسلامی را در مکه و مدینه نابود و ویران کرده است، زیرا این مکانهای اسلامی را مصداق شرک به خدا می داند. پس از مرگ محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود، وهابیت تا زمان جنگ جهانی اول با حمایت‌های انگلیس و به رغم شکست‌های چندین باره از حاکمان تحت امر عثمانی به حیات خود در مرکز عربستان ادامه داد. در بحبوحه جنگ جهانی اول بود که جاسوس افسانه‌ای انگلستان توماس ادوارد لورنس آل سعود را به همکاری با انگلستان علیه ترکان عثمانی ترغیب کرد تا امپراتوری عثمانی از چند سو تحت فشار قرار گیرد. با سقوط این امپراتوری در پایان جنگ جهانی اول، قدرت‌های غربی به هدف مهم خود دست یافتند. مرد بیمار اروپا، لقبی که اروپایی‌ها به امپراتوری عثمانی داده بودند، حال مرده بود و کشورهای متعددی با مرزهای مصنوعی که توسط بریتانیا و فرانسه پیش از پایان جنگ به موجب قرارداد سایکس پیکو ترسیم شده بود، از دل آن پدید آمدند تا بذر نفاق در سرزمین‌های اسلامی پاشیده شود. در کنار اختلافات مرزی که دولت‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد، مذهب نیز عامل بسیار مهمی بود که با بهره‌گیری از آن می‌شد میان مسلمانان در سر تا سر جغرافیای جهان اسلام نفاق افکند. این مأموریتی بود که از زمان همفر بر عهده جاسوسان انگلیسی گذاشته شده بود، به گونه ای که او در کتاب خاطراتش اشاعه افکار محمد ابن عبدالوهاب را آشکارا بهترین راه برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان معرفی کرده است. شاید به همین دلیل بود که وینستون چرچیل، سیاستمدار معروف انگلیسی، نیز تأسیس پادشاهی سعودی حامی اصلی وهابیت را نسبت به تأسیس اسرائیل مقدم می‌دانست. یکی از مهمترین نتایج جنگ جهانی اول تأسیس پادشاهی سعودی بود که حتی نسبت به تأسیس اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم هدف مهمتری به حساب می اومد، اهدافی که برای کنترل ما بر مناطق استراتژیک ضرورت داشت. اهمیتی که روزولت رئیس جمهور آمریکا نیز به آن اذعان داشت. من بدین وسیله دریافتم که دفاع از عربستان سعودی برای دفاع از آمریکا ضروری است. فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهوری آمریکا، فوریه 1943.
با استقلال رسمی عربستان سعودی در سال 1932 فرقه وهابیت به مذهب رسمی عربستان تبدیل شد و تمام دیگر مذاهب و فرق اسلامی رد شدند. با این کار دست وهابیون برای انجام هر گونه عملی به نام دین در سر تا سر شبه جزیره عربستان باز شد. نوادگان محمد ابن عبدالوهاب با عنوان آل الشیخ مناصب مهم مذهبی و قضاوت را در اختیار گرفتند و فتواهای مذهبی خود را آغاز کردند. فتواهایی که هرچند با مخالفت علمای اهل سنت مواجه شد، اما آنان توان مقابله با وهابیون برخوردار از قدرت سیاسی آل سعود را نداشتند. اندیشمندان سنی جرأت نمی‌کنند نگرش‌های وهابیت را به چالش بکشند. در این حال باید توجه داشت که سعودی‌ها پول زیادی دارند و این پول را به رسانه‌های مد نظر خود می‌دهند تا مسائل چالشی مربوط به نگرش‌های وهابیت مطرح نشود.